درود به تمام دوستان. در بهار سال 1944 ساکنان توکیوی ژاپن حملات هوایی بیشماری توسط بمب افکن‌های متفقین در طی جنگ جهانی دوم را تجربه کردند. آژیرهای حمله‌های هوایی به شهروندان هشدار می‌داد که از خانه‌های خود خارج نشن و در سطح شهر خاموشی اعلام شده. اما هیساکو کویامای 28 ساله این خاموشی‌ها رو یک فرصت می‌دونست. هیساکو برای محافظت از خودش می‌رفت زیر تشکش و به آسمان مهتابی چشم می‌دوخت تا انواع پدیده‌های نجومی رو ردیابی کنه. او که عاشق ستاره شناسی بود، برای کار بعدیش به جای تاریکی به روشنایی نیاز داشت. با تغییر زاویه تلسکوپش به سمت خورشید، هیساکو توانست نور اون رو روی یک برگه کاغذ بتابانه و با این کار توانست سیر تغییر موقعیت سطح خورشید رو طراحی کنه. او هفته‌ها به باز آفرینی اون پرداخت و هر تغییری رو که در سطح خورشید میدید ردیابی میکرد. اما در حالی که هیساکو از اون هیچ اطلاعی نداشت، این طراحی‌ها شروع یکی از مهمترین سوابق فعالیت خورشیدی در تاریخ بشر بودن. برای درک دقیق اینکه هیساکو در سطح خورشید چی مشاهده کرده، ابتدا باید ببینیم اصلاً چه اتفاقی درون اون میفته. هر ثانیه تریلیون ها اتم هیدروژن طی فرایند همجوشی هسته‌ای به اتم های هیلیوم تبدیل میشن. این انفجارهای مداوم دمای داخلی خورشید رو در حدود 15 میلیون درجه سانتیگراد ثابت نگه میداره که بیش از انرژی کافی برای تبدیل گاز به استخرهای جوشان پلاسماه. پلاسما شامل ذرات بارداریه که میدانهای مغناطیسی قدرتمندی تولید میکنن. اما برخلاف ذرات باردار پایداری که فعالیت مغناطیسی روی زمین رو حفظ میکنن، این پلاسما دائما در جریانه و به طور متناوب میدان مغناطیسی خورشید رو مختل و تقویت میکنه. این حرکت مداوم میتونه غلظت‌های موقتی از فعالیت‌های مغناطیسی تولید کنه که مانع حرکت مولکول‌ها و به نوبه خود باعث کاهش گرما در منطقه میشه. و از اونجایی که مناطقی که گرمای کمتری دارن نور کمتری تولید میکنن، قسمت‌هایی با قوی‌ترین میدان مغناطیسی به شکل نقاط تاریک به طور پراکنده در سطح خورشید به چشم می‌خورن. این لکه‌های خورشیدی که دربارش گفتم همیشه در حال حرکتن، هم در نتیجه چرخیدن پلاسما درون کره و هم در اثر چرخش خورشید. و از آنجا که اونها اغلب در کنار یکدیگر قرار گرفتن، شمارش دقیق تعداد آنها و ردیابی حرکتشون میتونه چالش برانگیز باشه که این امر هم بستگی زیادی به درک و قضاوت شخصی که در حال دیدن اونهاست داره. و حالا اینجا دقیقاً همون جاییه که مشارکت‌های هیساکو کویاما بسیار ارزشمند خواهد بود. علی‌رغم اینکه هیساکو در زمینه این نجوم هیچ آموزشی ندیده بود، مشاهده‌ها و طرح‌هایش فوق‌العاده دقیق بودند. پس از اینکه او کارهایش رو به انجمن نجوم مشرق زمین فرستاد، به خاطر مشاهدات اختصاصی و مفصل خود یک لوح تقدیر دریافت کرد. با حمایت این انجمن، هیساکو از موزه علوم توکیو بازدید کرد و توانست از یک تلسکوپ بسیار قدرتمندتر و بهتر برای ادامه کارش استفاده کنه. و اندکی بعد، هیساکو به عنوان ناظر حرفه‌ای به کارکنان موزه پیوست و طی 40 سال کار مرتب روزانه توانست بیش از 10,000 طرح از سطح خورشید تولید کنه. محققان قبلا میدونستن جریان‌های مغناطیسی در خورشید نتیجه چرخه 11 ساله‌ای بود که لکه‌های خورشیدی رو با الگوی پروانه‌ای شکل حرکت می‌داد. اما با استفاده از یافته‌های هیساکو، آنها حالا میتونستن به صورت دقیقی لکه‌های خورشیدی و خوشه‌ها رو در آن مسیر ردیابی کنن.
این جزئیات نشان دهنده فعالیت‌های مغناطیسی بی‌وقفه در خورشید بود که به دانشمندان امکان داد تمام پدیده‌های خورشیدی را دنبال کنند، از جمله شراره‌های خورشیدی ناپایدار. این شراره‌ها معمولاً از مجاورت لکه‌های خورشیدی نشأت می‌گیرند و خیلی راحت هم می‌تونن تا اتمسفر کره زمین سفر کنن. در اینجا اونا میتونن طوفان‌های ژئومغناطیسی ایجاد کنن. این طوفان‌ها قادر به اختلال گسترده ارتباطات و قطعی برق هستن. شراره‌های خورشیدی خطری جدی برای ماهواره‌ها و ایستگاه‌های فضایی ایجاد می‌کنند و برای همینه که پیش‌بینی آنها از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. در مصاحبه‌ای در سال 1964 هیساکو کویاما افسوس خورد که مشاهدات 17 ساله‌اش تنها برای ثبت یک طرح پروانه‌ای چرخه خورشیدی کافی بودند. اما در انتهای دوران حرفه‌ایش او 3.5 چرخه طراحی کرد، یعنی یکی از طولانی ترین طرح‌های موجود. با این حال طراحی‌هایش آنقدر خوب بودند که محققان تونستن با استفاده از اونها و به کمک منابع تاریخی متعدد دیگه‌ای فعالیت‌های 400 سال گذشته لکه‌های خورشیدی رو بازسازی کنند. این پروژه میراث هیساکو رو بسیار فراتر از طول عمر خودش می‌کنه و ثابت می‌کنه که علم نه فقط منحصراً با اکتشافات حیرت انگیز، بلکه با مشاهدات دقیق جهان پیرامون ما شکل گرفته. همچنین قابل ذکره که هیساکو کویاما در سال 1997 و در سن 81 سالگی در ژاپن درگذشت. خب اینم از ویدیوی امروز و خانم هیساکو کویاما بود، دختری که کار خودش رو در جنگ جهانی دوم و با یک تلسکوپ بسیار معمولی که پدرش به او هدیه داده بود شروع کرد. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. لایک و کامنت یادتون نره و اگر هنوز عضو کانال تاپ 10 فارسی در یوتیوب نشدید، فقط کافیه روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و این زنگوله رو هم بزنید. و در آخر و مثل همیشه، زنده باد انسانیت.